سلام. یکی از مقدسات نظام که الان براشون به قوز بالا قوز تبدیل شده، جنگ 8 سال است. جنگی که 30 سال تلاش کردند اون رو به عنوان دفاع مقدس غالب کنند، ولی الان طوری توی جامعه و حتی توی خودی هاشون زیر علامت سوال رفته که مجبورن دم به دقیقه برای مالکشیش برنامه درست کنند. این جنگ حالا شروع شد طبق بیانات شما. چرا انقدر طول کشید؟ زودتر نمیشد که مثلا یه جنبندی داشته باشه و کمتر بشه؟ جای دفاع یه جایی تموم شد، ما خرمشهر رو پس گرفتیم، اما قصد این بود که بریم بصره رو هم بگیریم، وارد عراق بشیم، بغداد رو هم بگیریم. اینو میپذیرین که از یه جایی به بعد دیگه دفاع نبود، ما داشتیم وارد خاک اونا میشدیم؟ البته. یعنی مصلحت آیا ایجاب میکرد که به خاطر اون بخش ها عملیات هایی بکنیم و کشته های بیشتری بدیم؟ این که میفرمایید بعد دفاع میکردیم، خب قرار بود که ما دفاع بکنیم، ولی خب از حالت دفاع به سمت آفند رفتیم بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر. و خب شبهاتی هست، میگن خیلی از نظامیون و خیلی از سیاسیون کشور با هم همفکر نبودن، یه سری قائل به عدم حمله بودن، یک سری میگفتن باید بریم مذاکره، و کار به جایی رسید که خب قطعنامه اومد و حضرت امام تعبیر جام زهر و اینها. خب چه اتفاقاتی افتاد که این وقایع رخ داد و رسید به جایی که امام اون تعبیرم به کار آورد؟ خواستم میدونم به دستاورت ها نرسیدیم یا ممنون میشه. ببینید به کلا این پاسدار مشنگی که آورده بودن در برابر این سوالات تنها پاسخی داشت همین پاسخهای گوسفندوار بود، و به نظر میاد که خودشم با این سوالات دچار ابهام شده، چون آخرش گفت یکی دیگه باید بیاد این سوالات رو پاسخ بده. قاعدتاً شاید لازم باشه کسانی که از بنده حقیر مسلط‌تر باشن، اشراف بیشتری داشته باشن، بیان اینجا بشینن پاسخ بدن. حالا خامنه‌ای اومد ابروش رو درست کنه، زد چشمش هم کور کرد. خامنه‌ای که خودشم توی جنگ مدت فرمانده بوده و هم رئیس جمهور خمینی بود در اون زمان، همه کله‌گنده‌های جنگ رو جمع کرد تا تو یک سخنرانی افتضاح جنگ 8 ساله رو مالکشی کنه. که بعضن شبه افکنی میکنن که آیا ایران در این جنگ پیروز شد نشد. اصلا پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی جزء واضح مثل خورشید روشنه. همه دنیای قدرتمند اون روز بریزن سر یک کشور برای اینکه نظام او رو ساقط کنن، برای اینکه بتوانند بر او مسلط بشن. 8 سال همه توان خودشون رو به کار ببرن، آخرش هم هیچ غلطی نتونن بکنن، پیروزی از این بالاتر این پیروزی نیست. پیروزی؟ اگر این پیروزی بود پس چرا امام جام زهر خورد؟ آخه معمولا توی پیروزی شربت بهلیموی شیرینی همچین چیزی میخورن. بابا امام جام زهر رو با ظرفش یه نفس سر کشید، کمتر از یک سال بعدش هم دقمرگ شد. من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است. بچه‌های جنگ موقعی که قطعنامه پذیرفته شد بدون استثنا میخوام بگم اکثریت بالاتفاق قصه‌دار شدن و گریه میکردن، اصلا خیلی علنی همون بچه‌ها. بعد مگه قرار نبود جنگ جنگ تا پیروزی باشه؟ پیروزی معنی مشخصی داره، یعنی به هدفت باید برسی. حالا هدف شما از اون جنگ چی بود؟ امام فرمودن جنگ جنگ تا پیروزی یا جنگ جنگ تا رفع فتنه، و فرمودن جنگ در رأس امور است. رفع فتنه این شعار نبود برای تحریض جنگجویان و کشور، یه استراتژی بود. اما وقتی امامتون زهر آتش بس رو سر کشید به هیچ کدوم از این اهداف نرسیده بود، پس برای چی جام زهر رو سر کشید؟ یک سال آخر جنگ از خواب بلند می شدی بودن آجا خبر دارید اینا چی شده؟ اینا سومار گرفتن. مبارک انشالله. آقا خبر داری چی شد اینا؟ مهران گرفتن. آقا خبر داری خورد خورد زمین ها رو از دست میدی، اسیر داری میدی، غنیمت دارن میگیرن، اینا افتضاحیه. جبهه وقت نمی کرد سازمان مجاهدین قلب غنیمتی های شما رو جمع کنن. ماهای آخر جنگ تقریبا هر دو هفته یه بار همینجوری که صبح می اومدی سر کار بهت میگفتن آقا خبر داری؟ نه چی شده اینا؟ مهران، عملیات چلچرا، منافقین اومدن گرفتن. مگه میشه آقا؟
خب به نظر میرسه که سالهای آخر جنگ اتفاقاتی افتاد که خمینی فهمید که این جنگ دیگه اون جنگی نیست که شروع کرده و ممکنه که به فنای خودش منجر بشه، چون یه مجاهدینی وارد معادله شده بودند که قصد براندازیش رو داشتند. امروز مهران، فردا تهران. پس از آخر مجبور شدید که تن به پذیرفتن قطعنامه‌ای بدید که یک سال قبلش تصویب شده بود، ولی شما میگفتید ترکمنچایه و نمیخواستید قبول کنید. من یک روزی توی وزارت خارجه نشسته بودم و آقای ولایتی آمد، معاونین دیگه هم بودن، و گفت که من به نظرم قطعنامه 598 عین ترکمنچایه و من تا هستم اجازه نمیدم دیگه کسی این قطعنامه رو دنبال کنه. به فاصله تقریبا 4-5 ساعت مرحوم حاج احمد آقا من زنگ زدن و گفتن حضرت امام فرمودن شما برید نیویورک و جوری صحبت کنید که اونها احساس کنن ما قطعنامه رو قبول داریم. از کلمه قبول خودداری کنید، ولی اگه لازم شد شما بگید. با همه اینها حالا خامنه‌ای اومده میگه پیروز شدیم، چون همه دنیای قدرتمند اون روز بریزن سر یک کشور برای اینکه نظام او رو ساقط کنن، برای اینکه بتوانن بر او مسلط بشن، آخرش هم هیچ غلطی نتونن بکنن، پیروزی از این بالاتر؟ کاش خیلی چیزا سقف داشت، مثلا دروغ گفتن. میگه تمام دنیا بسیج شده بودن ما رو ساقط کنن. بابا فقط شورای امنیت 8 تا قطعنامه آتش بس صادر کرد، شما قبول نمی کردید. از روز هفتم جنگ که اولین قطعنامه آتش بس صادر شد، طرف عراقی هم حاضر به گفتگو و مذاکره آتش بس بود، شما پس می زدید. از همه کشورها می اومدن برای میانجیگری صلح، اما خمینی چی جواب میداد؟ صلح بین اسلام و کفر معنا ندارد. هیچ مسلمی نباید خیال کند که بین اسلام و مسلم، بین غیر اسلام و غیر مسلم باید صلح ایجاد بشه. نمیشه سیب زمینی رو چلوند، ازش انتظار آب آناناس داشت. خب معلومه از خمینی که تمام سلولهاش بوی جنگ طلبی و کشورگشایی و صدور انقلاب میداد که صلح در نمی اومد. حالا بعد نیست ببینیم در مقابل میانجیگری ها طرف مقابل حرفش چی بود. جوابنا ما ظل مسحة سلمي إذا ما جاوبنا وياه، ما ظلت وساطة إذا ما قلنا نعم، ما ظل مقترح يحافظ على سيادتنا وعلى سيادتهم وعلى كرامتنا وكرامتهم وعلى أمننا وأمنهم وعلى حقوقنا وحقوقهم إلا وقلنا نعم. پس معلوم میشه که فقط به خاطر خوی جنگ طلبی خمینی بود که این جنگ ضد میهنی بعد از عقب نشینی عراق از خرمشهر 6 سال دیگه ادامه پیدا کرد، چون طرف مقابل که از همون سال 61 آماده صلح بود. برای چی بعد جنگ رو ادامه دادید؟ الان اینقدر فضاحت ماجرا رو اومده که هیچ کدومشون حاضر نیستند مسئولیت ادامه جنگ بعد از خرمشهر رو بپذیرند و هر کدومشون میخواد یه جوری خودش رو در ببره که آقا منم میگفتم جنگ رو دیگه تمام کنیم. برهای سیاسی ممتن نقدتون چی بود در دوران دفاع مقدس؟ در دوران دفاع مقدس هم در بعد از آزادی خرمشهر ما میتونستیم یک وقفه 6-7 ماهه میدادیم و اصلا وارد خاک عراق نمیشدیم. اعلام میکردیم که اگر در طول این 5 ماه 6 ماه دولت عراق خواسته های ما را عمل نکنه ما وارد خاک عراق میشیم. البته حتما اون پاسخ نمیداد به ما، ولی خود ما هم این که بدونی که چنین سند تاریخی درست کنیم، سرمون انداختیم پایین، از مرز عبور کردیم، شاید اون به خاطر یکی از کم تجربگی های ما. اون موقعی که خمینی نعره میکشید صلح دفن اسلام است، هیچ کس جرأت نداشت از این حرفا بزنه، ولی الان اینور و اونور بیرون میزنه که بعضی ها اون روز ساز مخالف میزدن، در حالی که اون زمان فقط یک گروه جرأت داشت بگه جنگ باید تموم بشه. هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعیه یا بیانیه‌ای داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا کنه. بعد کی میگه عراق حاضر نبود خواسته های ایران رو بپذیره؟ بیا اینهاش.
اسفند سال 61 طرح صلح شورای ملی مقاومت که دولت عراق به عنوان مبنای قابل قبول برای مذاکرات پذیرفت. توش هر چی که میخوای هست. اعلان فوری آتش بس، عقب نشینی نیروها، تا کجا؟ تا مرزهای زمینی و رودخانه‌ای قرارداد 1975 الجزایر. بعد مبادله کلیه اسرا، تعیین خسارت‌های جنگی و نحوه تادیه حقوق ایران در دیوان بین‌المللی لاهه. نمیگه خسارت‌های دو طرف‌ها، میگه بریم دادگاه لاهه که ببینیم حقوق ایران چطور پرداخت بشه. بعد هم تنظیم قرارداد قطعی صلح که البته هنوز هم محقق نشده. همه اینا از همون سال 61 قابل حصول بوده. ولی شمایی که 6 سال بعد جنگ رو ادامه دادید، مرز ایران عراق چه فرقی کرد؟ هیچی. یعنی 6 سال جنگ برای هیچ و پوچ. به خاطر همینی که الان حرفی برای گفتن ندارید. ما توی مقطعی از جنگ یه بخشی از سرزمین، یا عمده یه بخش سرزمینمون اون آزاد شد. من میگم اون حجمه نه تنها اون موقع تمام نشد، همچنان ادامه داره. الان ما برای چی تحریمیم؟ تحریمید به خاطر اینکه خودتون مرض داشتید. مگه تحریم از کجا شروع شد؟ از وقتی که قلاب گرفتید رفتید بالای دیوار سفارت آمریکا. سفارت امریکا را اشغال کردیم که نقطه آغازینی برای شروع تحریم و جنگ شد. جنگ تحمیلی را حتی بعد از فتح خرمشهر ادامه دادیم تا به جایی رسیدیم که امام فرمودند جام زهر را می نوشم. از بازسازی مناطق جنگی هنوز رها نشده بودیم، فعالیت‌های هسته‌ای را شروع کردیم و در این راه آنقدر هزینه دادیم تا به نرمش قهرمانانه رسیدیم. حالا با این وضع فقط باید توی وقاحت شاخ باشی که بتونی بیای جلوی دوربین اینطوری حرف بزنی. نظام بعد از جنگ در پایان این 8 سال بسیار قوی‌تر و تواناتر از قبل از شروع جنگ بود و نشاط و تواناییش بیشتر بود. اینا پیروزی های بزرگی است که اتفاق افتاد. بعضیا رو اگر وزن کنی کلا فقط حرف مفتن. 6 سال جنگ رو بیخود کش دادید، مملکت رو به فنا دادی، 2 میلیون کشته و معلول، 50 شهر ویران شده، 3000 روستای نابود شده، 4 میلیون آواره، 1000 میلیارد دلار خسارت. این قوی تره بعد از جنگ؟ این پیروزیه که اتفاق افتاده؟ خب بگو ببینم برای مالکشی جنگ دیگه چی توی خورجینت داری؟ در دفاع مقدس برای حضور مردمی یک مدل سازی جدیدی انجام گرفت. فرض بفرمایید یک رزمنده 13-14 ساله که حالا مثلا با دستکاری در شناسنامه موفق شده بود خودش رو به جبهه برسونه. جاش مشخص بود، یعنی پیدا جاش میتوانست جای خود رو پیدا کنه. اصلا نمونه چنین بسیج مردمی عظیمی وجود نداره. این مدل جدید بود، مدل سازی جدید. این مدل سازی که اینجا سنگش رو به سینه میزنه و خودش هم از دست اندرکاراش بوده اینطوریه. در این مدرسه دانش آموزان شهادت میآموزند. میبینی؟ کلاس درس خالی شده. 40 شقایق شکفته خونین از باغ مدرسه تا بوستان شهادت. یعنی اون موقع روزنامه پر بود از این خبرهای مدل سازی مورد نظر عظما. حماسه 36 رزمنده شهید از دبیرستان سلمان فارسی. اینجا خواستگاه شهادت است. بابا کلاس خالی شده. یا اینه که حماسه 45 دلاور دریادل از سنگر مدرسه تا رزمگاه خون. توجه دارید که مدل سازی بسیج مردمی برای دفاع مقدسشون که داره ازش حرف میزنه اینه. دانش آموزان مدرسه‌ای رو بردن توی میدان‌های مین به کشتن دادن، اونم بدون اجازه والدین. روزنامه جمهوری اسلامی 9 آبان 61. سوال از خمینی: در شرایط حاضر رضایت والدین برای رفتن به جبهه لازم است یا خیر؟ جواب: تا موقعی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد رفتن به جبهه واجب است و اجازه والدین شرط نیست. امضا روح الله خمینی. نتیجه این که حداقل 36,000 دانش آموز رو توی این جنگ به کشتن دادید. تازه همه این اتفاقات مال کیه؟ بعد از خرداد 61. یعنی بعد از اینکه عراق عقب نشینی کرد پشت مرزهای خودش و حاضر بود صلح کنه. یعنی تمام این جوونا و دانش آموزهایی که کشته شدند همه مال همون دورانی که اصلا جنگ نیاز نبود.
یعنی همه نمیتونستن الان زنده باشن آقای مدل ساز. نکته چهارم، در دفاع مقدس عالی ترین فضائل اخلاقی بروز کرد، هم فضائل اخلاقی هم معنویات، عروج معنوی و تعالی روحی. این خزعبلات که دیگه اصلا به تریپ جنگ شما نمیخوره، تو که خودت بهتر میدونی همه داشتن در میرفتن، بابا خط خالی بود. حالا عزیز جعفری مانده بود و جبهه‌ای که داشت از دست میرفت. عزیز پشت بیسیم وضعیت به هم ریختی جبهه‌اش را گزارش میکرد. خود مردم من به نتیجه رسیده بودن که جنگ دیگه اون حالت قبلی رو دیگه نداره و افق پایان جنگ افق دراز مدت شده. بله شما تصحیح میکنی؟ بله تصحیح. شما چرا تصحیح میکنی؟ کار مهمتری داره تا نسبه دارم تیران مجبوره بسید. بله کجا داری میری؟ برای چی میری تهران؟ برای اینکه فاسه هاشون اونجا باشم عزاداری کنیم. خب چرا جبه ها رو نگر نمیداری؟ جبه ها رو نگر نداشتیم دمت گرم دیگه داری. حالا خامنه ای که در دفاع جنگ دیگه کفگیرش به ته دیگ خورده، دخیل میبنده به دنیای غیب و اتصال از این بحثا. بعدم که اون حالات معنوی، اون گریه های نیمه شب، اون سحرخیزی ها و در مواردی هم اتصال به غیب، بعضی از این عزیزان، این جوان های عارف در جبهه، کارشون به جایی رسیده بود که آینده رو می دیدن. اینا تو شرح حال رزمندگان هست. برای اینکه یکم تصویر بگیریم از این اتصالات غیبی، چند کلام بشنویم از کسی که شاهد این نوع اتصالات بوده. اسرافیل ترنیانپور هستم. با شروع جنگ من که تو ارتش بودم به جبهه جنگ رفتم، در شهر گیلان غرب، بازی دراز، دشت گیلان، شیاکو، توی این منطقه خدمت کردم و تو طول جنگ اون منطقه بودم. سال 60، اوایل 60 به اسارت نیروهای عراقی در اومدم و تا پایان 68، یعنی آخر 68 به مجاهدین پیوستم. نکته ای که بود میخواستم اینجا بگم، سال 64 من به یکی از اردوگاه‌های، من خودم تو اردوگاه‌های مختلف عراق بودم، توی موسر، رمادی، رمادی 1 2 6، ابو غره و استخبارات، توی این محله‌ها اسیر بودم. سال 64 به اردوگاه رمادی 6 منتقل شدم با جمعی از دوستانم. اونجا مواجه شدم با اسیرای جدیدی که اغلب کم سن و سال بودن، کسایی که توی کربلای 4 به اسارت در اومده بودن. یک روز من تو همین جمع بچه‌ها نشسته بودم که یه چند وقتی اونجا بودیم با اینا یه مقدار آشنا شدیم، دیدم به یکی، به شوخی یکی رو صدا میکنن امام زمان. برام جالب بود، صداش کردم، باشم یه خورده آشنا شدم، صداش کردم، گفتم این موضوع امام زمان چیه، چرا به تو میگن امام زمان؟ خندید، گفت نه چیزی نیست. ازش خواهش کردم بگو چیه، چرا بهت میگن امام زمان؟ گفت آخه من امام زمان بودم. گفتم یعنی چی امام زمان بودی؟ گفت ما چند نفر بودیم تو جپه، نقش امام زمان رو بازی میکردیم. خواستم بیشتر توضیح بده، گفت آره ما میومدیم به ساعت اسب سفید میآوردن، ما رو هم توجیه کرده بودن، تو هر حمله‌ای که میخواستن شروع کنن ما رو سوار به ساعت کانتینر میکردن میآوردن پشت منطقه خودی. قبل از اینکه به محدوده عراقی ها برسیم، اونجا محل رو مشخص میکردن، توجیه رو میکردن، تو یک زمان مشخص اسبا رو و ما رو سوار میکردن میآوردن نزدیک اون منطقه، اونجا پیاده میکردن که خارج از دید نفرات بود، ما رو میبردن پشت یه تپه، تقسیم میشدیم تو منطقه، بعد میرفتیم با اسب بالای تپه وا میسادیم، همین که نیروها ما رو میدیدن پاسدار میگفتن امام زمان، این بقیه بسیجی ها که اینا نقش خط شکن رو داشتن چششون به ما میخورد، شروع میکردن صلوات و یا امام زمان و یا زینب دنبال طرف ما دویدن.
وقتی حمله میکردن طرف ما، ما دیگه اونجا کارمون تموم میشد، از تپه میرفتیم با از پایین، ما رو میبردن پشت سوار کانتینر میکردن میومدیم عقب. این کار ما بود، واسه همین ما نقش امام زمان بازی میکرد. گفتن چطور شد اسیر شدی؟ گفتن تو کربلای چهار عراقی ها میدونستن که ما میخواییم حمله کنیم، آماده بودن، همین که حمله شروع شد قیچی کردن. قیچی کردن، ما با اسبامون و کانتینر و هممون به اسارت در اومدیم. که اونجا من نشون داد، گفت فلانی و فلانی پنج تا امام زمان که تو محلی که من بودم، پنج تا امام زمان اونجا بودن. خامنه ای چون خودش خوب میدونه که توی جنگ چه جنایتی کردن، برای توجیه اون توی باتلاقی افتاده که به هر خس و خاشاکی آویزون میشه. حتی این نکته پنجم، دفاع مقدس برای کشور سرمایه سازی کرد، سرمایه های ارزشمندی رو برای کشور به وجود آورد. یه نمونش شهید عزیز ما بود، شهید سلیمانی، که خب در عرصه دیپلماسی و بین المللی و اینها در منطقه یه فعالیت شگفت آوری داشت. نمیدونم با استفاده از کدوم تکنیک جلوی خندش رو میگیره وقتی این حرفا رو میزنه. یعنی ببین، سقف تولیدات جنگشون ایناست. یکیش قاسم سلیمانی بود که اینقدر توی منطقه کشت و جنایت کرد که دست آخر کتلت شد رفت. اونی هم که کتلت نشده، یکی مثل پاسدار سلامیه که از مغزش دستاوردهایی مثل کرونایاب مستعان بیرون میاد. یا سقف علم نظامیش زدن هواپیمای اوکراینی و ناوچه کنارک خودشونه. اینا سرمایه های جنگشه. به نظر میاد اگر که مالکشی رو از دست این یارو بگیری فلج میشه. دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و عقلایی بود. بنابراین از اول تا آخر مسئله دفاع مقدس یک پدیده عقلایی و یکی از عقلانی ترین حرکات ملت ایران بود و تحریف ها رو در این مورد بایستی مراقب بود. فکر کنم این طرف از عقل فقط دندونشو داره. بابا جنگی با این همه خسارت جانی و مالی برای هیچ و پوچ عقلانی بود؟ خوبه که الان دیگه اسناد اعتراضات پاسداره خودتون هم در همون دوران رو شده که وقتی شکست پشت شکست میخوردید میگفتن این شیوه ها خرکیه. ببینید کار تا کجا پیش رفت که حضرت آیت الله العظمى منتظری فرمودن شیوه های که حزب اللهی یعنی خرکی، این جمله حضرت ایشونه که فرمودن حزب اللهی یعنی خرکی در مورد شیوه های جنگ. آقای مبلغ کجا آرپیجی زده، کجا جنگیده، کجا میدونه اصلا تیر از سر تفنگ در میاد یا تای تفنگ که بتونه یه دونه منطقه 10 میلیونی رو که میتونه حداقل یه دونه ارتش داشته باشه. اما چرا در مسئولیت ستاد، معاونت ستاد، آموزش نظامی، چرا یه بار یک شیل نسله دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدن نیستن، نمیدونن مسائل، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن و در نتیجه شما میبینید که ستاد اصلی سپاه از نظر کیفیت و قدرتش فاجعه آوره. بسیج نه امنیت شغلی داره، نه امنیت جونی داره، نه بهش رسیدگی میکنن، نه آموزش داره، همینجوری میریزنش جلوی عراق که اصلا درو میکنه بچه ها رو بدون آموزش برنامه، که بعد بعضی ها فکر میکنن که این اصلا طرح شیعه کشی آمریکاست، طرح انقراض شیعه است که به همین راحتی ما بچه هامون رو جمع بکنیم بیاریم بریزیم جلوی تیروارای عراق. تازه این یک گوشه از اعتراضات پاسدارای خودشونه که الان رو شده. نتیجه این که جنگی که میتونه سال 61 تموم بشه و این همه استعداد و سرمایه رو تباه نکنه، فقط به خاطر تفکرات جنگ طلبانه سران این نظام 6 سال بیدلیل ادامه پیدا کرد. بنابراین مسببان این جنایت و ویرانی نمیتونن با وارونه کردن تاریخ از حسابرسی این جنایت بگریزند. وقت بخیر و بدرود.